دوستان عزیز، حتما حتما شما با واژه صبر در زندگیتان خیلی برخورد میکنین. خدا نکنه گاهی اوقات در زندگی ما اتفاقات مفته، مشکلاتی پیش میاد، غم و اندیهایی به وجود میاد که خیلی ها به ما میگن که صبر داشته باش، صبر پیشه کن. آیا این واقعا به این معناست که گریه نکنیم دیگه، پشت اون مسئله رها کنیم یا حتی به اون فکر نکنیم؟ خب قطعا نه، اتو معنا نمیته، بلکه به این معناست که دیگه به زمین و زمان بد نکنیم و در برابر مشیت الهی تصمیم واقعی باشیم، تسلیم واقعی باشیم. بله دوستان، این موضوع یکی از گلواژه های بسیار مهمی است که در زندگی امروزی ما میتونه خیلی اهمیت داشته باشه، در خانواده ها میتونه خیلی تأثیر گذار باشه، به خصوص برای مواجهه با مشکلاتی که در زندگی ما پیش میایه. قطعا چاره دیگری جز این نیست که ما صبر داشته باشیم، بردبار باشیم در برابر مشکلاتی که هست و با توکل بر خداوند و پیشه کردن صبر بتونیم بر مشکلاتی که در زندگی ما هست پیروز و غالب شویم. بیننده برنامه خودتون باشین، در رابطه با این موضوع مهم برای شما عزیزان صحبت میکنیم که صبر و بردباری میتونن چقدر اهمیت داشته باشه، به خصوص در خانواده ها، خانواده هایی که میخوان زمینه تربیت مهدوی و بروز یک جامعه مهدوی را شکل بدن، قطعا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و بیشتر باید زنها و مردهایی که ارکان مهم و اصلی خانواده هستند نسبت به این مسئله مهم توجه داشته باشن. سلام علیکم داشته باشیم با مهمان گرامی و بعد از اون انشالله این بحث مهم خدمت شما از اون تقدیم میکنیم. استاد بازوار سلام، بر شما خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و همینطور سلام علیکم بر همکاران محترم شما و بینندگان عزیز. زنده و سلامت باشین. در حضور شما چند کلمه ای در رابطه با مبحث امروزی برنامه که صبر و بردباری در خانواده مهدوی هست صحبت داشتیم. استاد، صبر دقیقاً به چه معناست؟ چگونه یک شرایطی را، شرایط جسمی و ذهنی را ما صبر نام میکنیم و در زندگی ما اصولاً چه جایگاهی داره این مسئله؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله محمد و آله و صحبه المنتجبین. صبر اگر از لحاظ لغوی هم ببینیم، در اصل صبر به معنی یک گیاه است که بسیار گفتن تلخ است، ولی برعکس میوه و باری که میدهد خیلی شیرین است. به همین خاطر اون شاعر هم دقیقا همین گفته که از معنی لغویش گرفته شده، صبر تلخ است ولیکن بری شیرین دارد. لذا در اصل در لغت به معنی گیاه بسیار تلخ است، همونطوری که صبری که، و همین خاطر هم صبر را که صبری که خیلی تلخ است بازم صبر گذاشته. این از لحاظ لغوی، ولی در اصطلاح صبر یعنی تحمل مشکل در برابر مشکلات، بردباری در برابر مصیبت ها، در برابر خیلی از چیزایی که انسان ممکن است نتواند تحمل کند. به همین خاطر ما وقتی در احادیث هم میبینیم آمدن صبر را تقسیم کردن، اصلا گفتن الصبر ثلاثه، صبر سه قسم است، سه نوع است. الصبر علی المصیبه، یکی از صبر و مشکل تحمل در برابر مصیبت هایی است که برای انسان وارد میشه. برای انسان خوب این دنیا رو میبینیم که دنیا دارون بالبلاء محفوفه، خانه است که از هر طرف به اصطلاح با بلاها و مشکلات و مصیبت ها در هم پیچیده شده. در همچو جایی وقتی انسان زندگی میکنه، قطعا یکی از موارد صبر، صبر در برابر مصیبت هاییست که بر انسان وارد میشه. گاهی عزیز خود از دست میده، گاهی به اصطلاح یک مشکل دیگه، گاهی سرمایه انسان از دست میره و مشکلات فراوانی که، پس یکی از شاخه های صبر همینه، صبر تحملی در برابر مصیبت ها. دوم و صبر علی الطاعه، دوم تحمل در برابر اطاعت و فرمانبرداری از خداوند. وقتی یک انسان میخواد در مسیر الهی قرار بگیره، در مسیر قرار گرفتن خصوصا اگر شرایط مثل شرایط زمان ما باشد خیلی تحمل میخواد. ماندن در مسیر الهی به همین راحتی هم نیست. لذا یکی از مصادیق صبر این است که ما تحمل داشته باشیم، همون گونه که علامه اقبالم وقتی این جهان توصیف میکنه میگه فساد عصر حاضر آشکار است، سپهر از زشتی او شرمسار است،
اگر پیدا کنی ذوق نگاهی، 200 شیطان تو را خدمتگزار است. در شرایطی که انسان از هر طرف شیطان‌های جنی و انسی و به اصطلاح این فضای آلوده زمان ما، فضای مجازی، اینترنت و ماهواره و همه اینها واقعا سبب این میشه که انسان در برابر طاعت الهی خیلی تحمل نتواند. بله. اما یکی از شاخه های صبر، صبر در برابر طاعت است که انسان بتواند با همه این مشکلات، با همه این زمینه ها بر اطاعت خداوند، بر اینکه در مسیر الهی باشد صبر بکند. این نوع دیگر. و سومش این است که و صبر علی و عن المعصیه، صبری که در برابر معصیت خداوند، همونطور که طاعت خداوند عرض کردیم با این وسایل امکانات سخت است، خب این که انسان معصیت نکنه، به تعبیری زمینه گناه فراهم نباشه و انسان گناه نکنه، فراهم باشه و گناه نکنه، این خیلی کار سخت است، کاریه که واقعا تحمل بردباری و امثال اینها میخواد. لذا از این جهت در اسلام آمدن گفتن صبر همین سه قسمه: صبر در برابر معصیت، صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر صبر برای اطاعت خداوند که انسان بتواند این مسیر را ادامه بدهد. به همین خاطر است که در اسلام علاوه بر اینکه انواع صبرها تقسیم شده، خیلی صبر جایگاه بلندی برایش در نظر گرفته. این حدیث را میخونیم، یک کمی بعد توضیح عرض میکنم. در حدیث آمده است که از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر نسبت به ایمان، یک کسی که اگر تحمل بردباری داشته باشد، ایمانش به همون مقدار هست که و صبر همون جایگاهی دارد که سر نسبت به بدن و جسم انسان جایگاه دارد. اگر انسان سری در بدن نداشته باشد، اصلا بدنی وجود نداره، اصلا حیاتی وجود نداره. انسان اگر در زندگی صبر نداشته باشد، مثل این است که سر در بدن ندارد، ایمانش ناقص است. و در ادامه این حدیث فرموده لا ایمان لمن لا صبر له، ایمان ندارد کسی که صبر ندارد. واقعا در شرایطی که عرض کردم، اگر انسان صبر و تحمل در هر نوعی از این سگانه ای که عرض کردیم، چه صبر در مصیبت، چه صبر در معصیت، چه صبر در برابر اطاعت خداوند، در اینها اگر صبر نداشته باشد، نمیتواند زندگی درست داشته باشد. بله. از لحاظ ایمانی، از لحاظ خانوادگی هم همینطور است. ما و شما در شرایط قرار داریم با آن که همه مشکلات به ظاهر حل است، خیلی از امکانات وجود دارد، خیلی از چیزایی که در گذشته ها وجود نداشت، وجود نداره به اصطلاح از لحاظ امکاناتی، اما بعضی چیزهای دیگری وجود داره که اگر انسان صبر و تحمل در زندگی نداشته باشد، نمیتواند خیلی میوه شیرینی در زندگی، چه زندگی فردی، چه زندگی خانوادگی، چه زندگی اجتماعی داشته باشد. به همین خاطر هم صبر جایگاهی والا داره، هم همونطوری که عرض کردیم معنیش این است که صبر در ظاهر تلخ است، ولی واقعا میوه شیرینی را در پی دارد. بله، سپاسگزاریم استاد بزرگوار، تشکر و سپاسگزاری میکنم. دین مبین اسلام یک دین الهی آسمانی که همواره به دنبال سعادت و خوشبختی ما بوده در عرصه‌های متفاوت زندگی. خب قطعا دین اسلام هم نگاهی متفاوت داره به مقوله صبر و بردباری و فکر میکنم که اهمیت ویژه‌ای هم نسبت به این مسئله داره. چه دیدگاهی وجود داره در دین ما نسبت به مسئله صبر؟ چقدر تاکید شده در آموزه‌های دینی؟ همونطوری که یک حدیث عرض کردم، جایگاه صبر در اسلام خیلی خیلی والا میدونه، مثل سر نسبت به بدن، وقتی نسبت صبر به ایمان، یعنی که اگر سری نباشه بدنی نیست، اگر صبر نباشه ایمان هم وجود نداره. ما وقتی در کل نسبت به پیامبران وقتی میبینیم، میبینیم که بخشی از زندگی پیامبران توأم بوده با صبر و بردباری. با صبر کردن. ما در سخنانی که نسبت به پیامبر گرامی اسلام آمده، پیامبر رو توصیه کرده به صبر جمیل. همیشه پیامبر اون همه آزار، اون همه اذیت هایی که از طرف امت، از طرف اعراب جاهلی دید، بازم حضرت خداوند منان به
پیامبر گرامی اسلام توصیه می‌فرماید که صبر جمیل در پیش بگیر، صبر زیبا. صبر در واقع اصلش تلخ است، اما حضرت پیامبر را توصیه می‌کند که صبر جمیل. در ذیل این صبر جمیل گفتن، صبر جمیل یا صبر زیبا، اون صبریه که انسان در برابر مشکلات خیلی جزع فزع نکنه، که معنای اصلی صبر هم همین. این یک نکته. نکته دیگر در رابطه با حضرت یعقوب علیه السلام هست. بله. وقتی حضرت یعقوب دو تا فرزندش از دست داد، اولین فرزند حضرت یوسف بود که برادرانش که همه میدونید که کار کردن در چاه انداختن، بعد بردن او رو در مصر و از پدر گم شد، در ظاهر گفتن کشته شده و این حرفا. بعد از آنی که بالاخره قضیه ناپیدا بود، مسئله بنیامین برادر حضرت یوسف پیش آمد، اون هم وقتی که گروگان گرفت، حضرت یوسف تا اون زمان که شناخته نشده بود، دوباره در اینجا وقتی آمد چنان غصه بر حضرت یعقوب وارد شد که به تعبیر قرآن چشمانش از غصه سفید شد. در اونجا هم حضرت پیامبر، یعقوب پیامبر، وقتی سخن از این میرسه که این همه مصیبت وارد شده، در اونجا میفرماید من صبر خواهم کرد. اونم صبر جمیل، صبر زیبا، یعنی از این مشکلات شکوه در جایی نخواهم کرد و مشکلات خود را در هر جا مطرح نخواهم کرد. لذا این دو تا صبر در دو زندگی دو تا پیامبر موفقیت های فراوانی را به دنبال داشت که حضرت پیامبر بله تانست که دینش جهانگیر شوه و همینطور در باره حضرت یعقوب ظاهرا وقت دقیقاً. بله استاد، سپاسگزاری میکنم، تشکر از صحبت های شما. فکر میکنم که در رابطه با صبر صحبت های شما باقی مانده، اگه موافق باشین بقیه صحبت ها رو موکول کنیم به بخش دوم برنامه. فعلا میان برنامه رو ببینیم. دوستان عزیز، میان برنامه آمده نشر است ببینیم و بعد از او در بخش دوم صحبت ها در رابطه با صبر و بردباری همچنان ادامه داره. خوش آمدین دوستان عزیز. اگرچه در زندگی ما گاهی اوقات اتفاقات و مشکلاتی می افتد که گذر زمان خودش میتونه او را حل کنه، اما صبر و بردباری میتونه یک انگیزه و پشتوانه بسیار قوی باشه که زیباتر میسازه این مراحل سختی را و امید ما را به یک آینده بهتر نشان میده. امید به خداوندی که این مشکلات را میتونه حل کنه و قطعا این صبر و بردباری هم میتونه در واقع در زندگی ما بعضی از نعمت هایی که پنهان و پوشیده هست برای ما رونمایی کنه. حالا برای اینکه در یک خانواده زن و مرد در کنار یکدیگر در برابر مشکلات بتونن مقاومت کنن، ایستادگی کنن، نیاز به این داره که با مقوله صبر و بردباری بیشتر آشنا باشن و بتونن در کارهای خود این مسئله رو عملی کنن. در خدمت شما هستم استاد. میخوایم نگاهی بیاندازیم به اینکه وظایف و مسئولیت های زن و مرد در برابر صبر و بردباری در خانواده چگونه هست؟ بله، همونطور که جناب عالی فرمودید، زندگی بدون مشکلات نیست، خصوصا در خانواده‌ای که تربیت فرزند هم در میان باشد، که اصل هدف هم همین است که تربیت فرزند درست و خصوصا دینی و مهدوی به وجود بیاید. وقتی که مشکلات در خانه و خانواده وجود داشته باشد و اصلا طبیعت زندگی این دنیا توأم با مشکلات هست که عرض کردیم، در اینجا هم زن وظیفه داره که تحمل داشته باشد، هم مرد وظیفه داره که تحمل داشته باشد. از اونجایی که این وظیفه وظیفه سخت و مشکل است، اسلام آمده برای ایجاد انگیزه در مردان و زنان توصیه های فرموده و بیانات فرموده و ثواب هایی را در نظر گرفته که واقعا اگر یک مرد مؤمن یا یک زن مؤمن به این توصیه ها عمل بکنه، کاملا صبر برایش راحت میشه. در حدیثی هست که در اسلام به زن هم توصیه کرده، به مرد هم توصیه کرده. به مرد اینطور فرموده: من صبر علی سوء خلق امرأته اعطاه الله من الاجر ما اعطا ایوب علی بلائه. یک زمان انسان در زندگی
با یک کسی مواجه و روبرو میشه که واقعا آدم خوش اخلاق خوب است که خداوند برای همه همچو زندگی را میسر کنه. گاهی انسان هم از طرف مرد هم از طرف زن ممکن است با یک آدمایی مواجه بشود، روبرو شود که آدمای بدخلق، بدتینت و کم حوصله بی بردوبار هست. در اینجا اگر هر یکی از دو طرف صبر نداشته باشد، یکی صبر داشته باشد، تا حدودی مشکل حل است. ولی اگر هر دو بی صبری بکنن، اصلا مشکل چنان حاد خواهد شد که در همچو خانواده تربیت مهدوی که هیچ، اصلا تربیت عادی هم غیر ممکن میشه، روند عادی زندگی اصلا متوقف مختل میشه. به همین خاطر در این حدیث فرمود کسی که، مردی که در برابر بد اخلاقی همسرش صبر کند، خداوند اعطا میکند از اجر. ما اعطا ایوب علیه السلام علی بلائه، اون اجر و مزدره که خداوند به ایوب در برابر بلاها و مصیبتی که گرفتار بود به او عطا خواهد کرد. از این حدیث شریف دو نکته خیلی مهم میشه استفاده کرد. اولین نکته این است که واقعا چنان که بنده هم قبلا عرض کردم، خوشبختی در خانواده بهترین خوشبختی است. از اون طرف بدبختی و مصیبتی در خانواده هم سختترین مصیبت هست. وقتی یک انسانی در هر جا مشکل پیش بیاید، تنها پناهگاه این فرد خانه و خانواده است، چی زن چی مرد. حالا مرد بیشتر چون در بیرون سر و کار داره. اگر همچون مردی آمد در خانواده با یک زن بسیار بد اخلاقی تندخوی برخورد کرد، خوب اینجا چیکار بکنه؟ اگر داد و فزع بکنه یا راه های دیگری را در پیش بگیره که غیر معقولانه هست، خوب اینا راه درست نیست. اما اسلام فرموده اگر کسی با همچون موردی برخورد کرد و در برابر بدخلقی همسر صبر کرد، مثل این است که صبر حضرت ایوب پیامبر انجام داده و همون اجر را که به حضرت ایوب داده به این فردم میده. ما اگر به داستان حضرت ایوب علیه السلام مراجعه بکنیم، همونطوری که در تفاسیر در ذیل این داستان حضرت ایوب آمده که خداوند اول حضرت ایوب رو میفرماید ما این رو از صابران قرار دادیم، بعد در ذیل داستانش مفسران فرمودن که حضرت ایوب اونقدر بیماری سخت گرفته بود که حتی بخشی از بدنش، قسمت‌هایی از بدنش کرم زده بود. اما خدا حضرت ایوب در برابر این مصیبتی که وارد شده بود، هرگز ناشکری، هرگز جزع و فزع، هرگز به اصطلاح شکایت و شکوه نکرد که خدایا چرا من گرفتار این مشکلات شدم، چرا دیگران نه، بلکه میگفت خدای شکر هر چیزی که از طرف تو آمده ای برای من نعمت است. حتی در بعضی از تفاسیر آمده که اون کرم هایی که از چشمش به حدی عفونت کرده بود که کرم میریخت، این کرما رو برمیداشت میگفت اینجا جایش هست، چون از طرف خداوند هست، من در برابر این مصیبتی که بر من وارد شده صبر خواهم کرد. لذا این صبر کاری حضرت پیامبران مثل ایوب هست. هر پیامبری همین قدر صبر نداشت، تنها در صبر حضرت ایوب مصداق کامل است. وقتی کسی میخواید در صبر مثال بزنه، میگه حضرت ایوب پیامبر. لذا اگر یک مرد بیاید در برابر همسرش که بد اخلاق است، یا حتی اگر بد اخلاق نباشه، گاهی مشکلات پیش میاد، صبر کنه، این قدر اجر و پاداش داره. حالا وقتی که اینقدر اجر و پاداش وجود داشته باشد، آیا نمیشه در برابر بدخلقی همسر تحمل کرد، در برابر مثلا فرزندان سالم تربیت کرد و امثال اینها؟ قطعا وجود داره. این نکته ای که در رابطه با مردان سفارش شده است. اما در رابطه با زنان تقریبا در بعضی احادیث ادامه این حدیث است، در بعضی از منابع در ادامه نیست ولی جای دیگری آمده، اون هم شبیه همین حدیث است که نسبت به زنها توصیه فرموده. اون فرموده است که من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها الله ثواب آسیه بنت مزاحم. و نسبت به زنها فرموده است اگر زنی در برابر بدخلقی مرد و همسرش صبر بکند، خداوند
ثواب حضرت آسیه همسر فرعون رو به او عنایت میکنه. خب همسر فرعون هم شما داستانش میدانید که با فرعون خیلی زندگی خوبی داشت و امکانات که فرعون بود دیگه، در امکانات که کسی در او حرف نداره، تا زمانی که حضرت موسی را به دستور خداوند رها کردن، در رود نیل آمد، در خانه فرعون قرار گرفت، حضرت موسی را به عنوان فرزند قبول کردن و پیشنهاد حضرت آسیه همسر فرعون بود که ایره کودک ما بیاییم خود ما بزرگ بکنیم و این انشالله آسیبی به ما نمی رسانه. تا زمانی که کم کم حضرت موسی علیه السلام بزرگ شد تا به پیامبری مبعوث شد و همه را دعوت کرد و از جمله کسانی که خودش حضرت موسی را تربیت کرده بود آسیه همسر فرعون بود. خب در این لحظه ایمان آورد به حضرت موسی علیه السلام. وقتی که به موسی ایمان آورد فرعون تحملش نداشت که چطور ممکنه به پیامبری که ادعای پیامبری کرده به تعبیر خودش در خانه او بزرگ شده و از نعمت او استفاده کرده و اینها او رو بزرگ کردن، چطور ممکنه فعلا بیایه و اولین شخص و نزدیکترین شخصی هم به او ایمان بیاره که هم سرش باشه. لذا هم حضرت موسی را تهدید کرد فرعون، هم به همسرش گفت باید برگردی از ایمان. هرچی اصرار کرد بر نگشت، بالاخره گفتن اونقدر شکنجه کرد که در حالی که زنده بود سنگای بزرگ بر روی سینش میگذاشت و حضرت آسیه همسر فرعون از ایمانش بر نگشت. در سوره تحریم آمده است داستانش که حضرت آسیه دعا میکند که خدای مرا از فرعون و از اعمال و کردار او نجات بده، مرا در بهشت ساکن کن، برای من در بهشت جایگاه خاصی در نظر بگیری. و بعد با همین حال هم از دنیا رفت و بر ایمانش صبر کرد و مؤمن از این دنیا رفت. حالا با همه مشکلاتی که دید که یک انسان اینقدر زجرکش کنن، زنده سنگ روی سینش، سنگای بزرگ کلان بگذارن و تا او از این دنیا برود و جان بده، این خیلی کار سخت است، مشکل است. لذا در این حدیث شریف توصیه کرده است به زنی که در برابر بدخلقی همسرش صبر و تحمل میکنه، برابر است با اون تحملی که حضرت آسیه در برابر ایمانش انجام داد. لذا صبر در زندگی هم برای مرد هم برای زن خیلی خیلی اهمیت و جایگاهی دارد که واقعا خیلی خیلی اجر بزرگی هست. بسیار عالی، تشکر و سپاس از صحبت‌های شما استاد بزرگوار. دوستان عزیز، امیدوار هستم که مانده نشده باشن از تماشای برنامه. میان برنامه ای آماده نشده است ببینیم و بعد از او در رابطه با صبر ببینیم که علم روانشناسی چه دیدگاه متفاوتی داره و من شما از آن صحبت خواهیم کرد. خیلی خیلی خوش آمدین دوستان عزیز، تشکر که همراه ما هستن. صحبت در رابطه با جایگاه صبر و بردباری در خانواده است و تأثیری که میتونه بگذاره در خانواده ها، به خصوص در مسئله تربیت مهدوی. در بخش سوم برنامه میخوایم که دیدگاه علم روانشناسی در رابطه با مقوله صبر به بحث و گفتگو بگیریم و همراه استاد در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که چه دیدگاه متفاوتی نسبت به مسئله در این علم وجود دارد. در خانه شما هستم استاد، بفرمایید که علم روانشناسی چه نظریه‌ای در رابطه با صبر و بردباری، این موضوع مهمی که در زندگی ما همیشه مورد اهمیت و توجه قرار گرفته داره، بفرمایید. اول باید یک مقدمه عرض بکنیم تحت عنوان این سوال. یک نکته بخش برخی از روانشناسان گفتن، اون نکته این است که همیشه توصیه میکنن که میگن شما وقتی که با مشکلی برخوردید سعی کنید که این مشکل در درون نریزید، مشکل همیشه بیرون ریزی بکنید، به اصطلاح نگذارید در درون شما جا بگیره. مثال میزنم، میگن اگر یک کسی همواره مشکلات بریزه به درونش و هیچ وقت با کسی در میان نگذاره، یا به تعبیر دیگه صبر کنه، این مشکل جمع میشه مثل یک دیگ بخاری که
داخل زیرش آتش باشه و داخلش هم بخار گرفته باشد، اما هیچ سوراخی برای خارج شدن این هوا وجود نداشته باشد. میگن تا یک مدت تحمل وجود داره، بعد از آنی که اگر ما شکاف ها رو باز نکنیم، به اصطلاح اوشپلاق هایش باز نکنیم، این دیک میترکه، احتمال انفجار داره. بله 100%، چون هر چیز یک ضرب یک مقدار تحمل داره. و انسان هم گفتن اگر یک مقدار مشکلات پیش بیاید، بیرون ریزی نکنه، به اصطلاح همش در درون بریزه، گرفتار مشکلات روحی روانی فراوانی میشه. حالا این سوال پیش میاد که آیا وقتی ما سخن صبر میگیم، آیا این صبر کردن و داشتن انسان به درون ریزی نیست؟ آیا انسان بعد از مدت منفجر نمیشه؟ خب این سوال است که روانشناسان باید از لحاظ روانشناسی باید بپرسید. اما در جواب باید این نکته را عرض بکنیم که همونطوری که خود روانشناسان گفتند که به اصطلاح اگر یک دیگی باشه که سوراخ نداشته باشه میترکه، اگر این دیگ سوپاپهایش به طوری به گونه‌ای تنظیم شود که به اصطلاح یک سوپاپ اطمینانی داشته باشد که هر وقت بخار و فشار بیش از حد شد، این خود به خود باز شود و بیرون شود، نه تنها به اصطلاح این مشکلی به وجود نخواهد آمد، بلکه همونطور که این دیگ سبب میشه که پخته شود، چیزی که در درونش هست، گوشتی یا لوبیا یا هر چیزی که در درونش هست، اگر این سوپ ها به اطمینان وجود داشته باشد، همه محتوا براحتی پخته میشه. انسان هم دقیقا همین است. منتها سوپ ها به اطمینان در چیست اینجا؟ انسان همون صبر را باید داشته باشد که در واقع در دلش نگه داره، جزع و فزع نکنه و با هر کسی در میان نگذاره، که یکی از توصیه هایی که قبلا عرض کردیم، چی زن چی مرد رازهای خانه خود در بیرون فاش نکنه و امثال اینها، اما برایش یک سوپاپ اطمینانی در نظر بگیره. اون سوپاپ اطمینان ارتباط با خداست، که ایمان داشته باشیم خداوند مشکلات حل میکنه، یا مشکلات حل میکنه، یا این که بگوییم اگرم حل نشد، خدایا من این مشکل تحمل میکنم به خاطر این که تو در برابر این مشکل برای ما پاداش بزرگی خواهی داد، چنان که خداوند فراوان در احادیث مختلفی فرموده، کسی که ایمان داره و به خاطر خدا حتی یک خاری که در کف دستش میخوره تحمل کنه، خداوند در برابر همین یک خاری که تحمل میکنه چقدر اجر و پاداش میده. یا به تعبیر دیگری داریم در احادیث که فرمودن که اگر یک بنده مؤمنی به خاطر خدا یک کاری را تحمل بکنه، صبر کنه، خصوصا در خانواده، روز قیامت خداوند به او پاداش میدهد. وقتی که ای به پاداش ها نگاه میکنه، اونقدر خوشحال میشه، میگه خدایا کاش من بدنم تیکه تیکه میشد، بازم دوباره تیکه تیکه میشد، هر تیکش چندین بار تیکه تیکه میشد، ولی من تحمل میکردم، اینقدر اجر در برابر اون مشکلاتی که برایش رسیده میرسه. خب وقتی که انسان اینقدر خداوند برایش پاداش خواهد داد، این در حقیقت همون سوپاپ اطمینان است که نه فردی که به خاطر خدا صبر میکنه نه گرفتار دوچار بحران روحی میشه، و نه هم این که خیلی برایش صبر کردن دردآور و مشکل زا میشه. ما در تاریخ در بین پیامبران، در بین امامان همچون موارد را داشتیم، از جمله داستان حضرت یعقوب که عرض کردیم. بله. ایشان یک سخنی داره بعد از آنی که اون همه مشکلات به وجود آمد، بعد از آنی که بنیامین بار دوم گم شد و فکر میکرد بازم این توطیه‌ای باشه، خود حضرت یعقوب فرموده اینما اشک و بث و حزن الالله، من بث و حزن خودم را به خدا شکایت میکنم. بس گفتن بالاتر از حزن و اندوه هست، حزن و اندوه یک حدی داره، ولی بس یعنی غم و اندوهی که فوق العاده باشد، بی پایان، مثل یک چیز بی پایان، احسن قابل یعنی طاقت فرسا باشد، فوق طاقت بشری باشد. و اینجاست که حضرت میگه اینما اشک و بثی و حزنی الالله، نه اینکه در دل نگه دارم، با خدا در میان میگذارم.
با او معامله میکنم. لذا وقتی که اصل ایمان درست شد، انسان وقتی که آمد صبر کرد، این مشکلم پیش نمیاد که روانشناسان گفتن که اگر ما درون ریزی کردیم با مشکلات روبرو شویم، منفجر شویم. لذا مؤمن وقتی اصل قضیه درست شد به خاطر خداوند این صبر و تحمل در خانه با وجود آمد، گاهی این صبر یک فرصت میشه. اینجاست ما میتوانیم بگوییم که مؤمن کاری میکنه که از مشکلات فرصت ایجاد میکنه. هم در تربیت اون زمان است که موفق خواهد بود، هم در زندگی، و هم خداوند پاداش عظیمی در برابر این صبر و تحملی که کرده با او خواهد داد. بله، سپاسگزارم استاد. قطعا مؤلفه بسیار زیبایی و باید توجه داشته باشیم که صبر پیشه کنیم، به خصوص در برابر مشکلات، و راضی باشیم با او چیزی که خداوند برای ما میخواهد. قطعا این میتونه یک پاداش اخروی را به همراه داشته باشه. در رابطه با صبر و بردباری در خانواده میخوایم کلام آخر شما را بشنویم. بفرمایید، خدمت شما هستم. کلام آخر همین است که در خانواده ها، خصوصا خانواده های مؤمن و مسلمان که اینجا هم در روی خط زندگی دنباله تربیت مهدوی را به دنبال داره، کسی که میخواهد تربیت مهدوی داشته باشد، چی با همسری ناسازگاری روبرو بشود، چی با همسری متعادل و عادی روبرو بشود، بدون تحمل مشکلات نه تربیت ممکن هست و نه هم زندگی درست و خوشبخت. لذا هر زن و مردی که میخواهد در این دنیا فرزندان خوبی تربیت بکنه و در عین حال زندگی شاد و خوبی داشته باشد، چاره ندارد جز این که صبر بکنه. برای اینکه این صبر تلخ شیرین شود، بهترین راهش این است که بیا این صبر پیوند بزند با خدا، به خاطر خدا صبر کند که حلال همه مشکلات دقیقا. ارتباط با خدا. بله، سپاسگزاریم از صحبت‌های بسیار زیبای شما استاد. موفق و معید باشین. برای شما هم آرزوی صحت و سلامت می‌گم. خدا نگهدار شما. موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز، تشکر از توجه شما. برنامه ما در همین جا به پایان رسید و امیدوارم بحث امروزی مورد توجه شما واقع شده باشد. تا دیدار بعد و برنامه دیگر، شما عزیزان را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند نگهدار همه شما.